vote, the yeas are 322, the nays are 87. همحزبی های ترامپ در مجلس نمایندگان به مخالفت برخواستند. آیا حزب جمهوری خواه راهش را از او جدا می کند؟ تأثیر اصرار بر ادعای تقلب در انتخابات بر آینده حزب جمهوری خواه چه خواهد بود؟ این سوال من از یک استراتژیست این حزب است. این انتخابات پایان کار ترامپ بود یا آغاز دورانی تازه برای او و سیاست آمریکا؟ این را از یک روزنامه‌نگار ارشد نیویورک پست و یک حقوقدان در آمریکا می‌پرسیم. خوشحالم. همچنین در برنامه امشب که این فرایند علمی انقدر خوب تو کشورمون پیش رفت و امیدوارم به اینکه نتیجهش سلامتی همه مردم عزیزمون باشه. شروع آزمایش واکسن ایرانی کرونا روی انسان، همزمان چشم‌ها به واردات میلیون‌ها دوز از خارج دوخته شده. خاموشی بعد از 70 سال فعالیت در صنعت مد فرانسه، پیر کاردن چشم از جهان فرو بست. هنگام که خبرفرستی به وسیله رادیو به زبان فارسی از بریتانیای کبیر آغاز می شود، بنگاه رادیوی انگلستان به تمام گوش دهندگان ایرانی و فارسی زبانان در هر جای جهان که باشند دوستانه درود می گوید. و بی بی سی فارسی 80 ساله شد. نگاهی می کنیم به سرگذشت قدیمی ترین رسانه فارسی زبان. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام به شما، شبتون بخیر. سه هفته دیگر جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا سوگند می‌خورد و دونالد ترامپ باید کاخ سفید را ترک کند. بعد از این تاریخ او دیگر قدرتمندترین مرد جهان نخواهد بود. اما آیا با رفتنش به تاریخ هم می‌پیوندد یا کماکان در عالم سیاست آمریکا به عنوان محبوب‌ترین چهره حزب جمهوری‌خواه در صحنه باقی می‌ماند؟ دونالد ترامپ در 4 سال گذشته خودش را به عنوان فردی سنت شکن در اذهان عمومی جا انداخته. رهبری که به راحتی تکروی می کرد و خیلی از انتظارهای پیشین از قدرتمندترین فرد جهان را از بین برد. آقای ترامپ حزب جمهوری خواه را فرد محور کرد. میراث او برای این حزب چیست و ادامه فعالیت او در عالم سیاست چه مسائلی برای همحزبی هایش ایجاد می کند؟ به این سوال ها می پردازیم. اول گزارشی ببینیم از سام فرزانه. فاصله بین عقاید، سیاست‌ها، روش و منش این دو مرد یک کهکشان است. اما حالا خبر آمده که سناتور برنی سندرز برای پیشبرد یکی از سیاست‌های دونالد ترامپ به مقابله با اکثریت جمهوری‌خواه در مجلس سنا ایستاده. تنها نقطه اشتراک این دو نفر تلاش آنها برای جلب آرای کسانی است که صفرهای زیادی روی فیش‌های حقوقیشان نوشته نشده است. سناتور سندرز تهدید کرده که اگر افزایش کمک دولت به اقشار کم درآمد جامعه در مجلس سنا به رأی گذاشته نشود، جلوی رأی به بودجه دفاعی آمریکا را می‌گیرد. تصمیم گیری در این زمینه به عهده رهبر حزب اکثریت در مجلس سناست. سناتور میچ مکانل یکی از جمهوری‌خواهان محافظه‌کاری است که هیچ موافق افزایش سطح بدهی‌های دولت یا کمک‌های بلاعوض به مردم نیست. پیشتر وزیر دارایی و رهبران دو حزب عمده آمریکا در کنگره بر سر پرداخت $600 به هر مالیات دهنده آمریکایی توافق کرده بودند. قرار بود این پرداخت بخشی از تلاش برای کاستن از تبعات اقتصادی همه‌گیری ویروس کرونا باشد. بعد از تصویب لایحه بودجه کمکی، تازه دونالد ترامپ تصمیم گرفت که نظرش را درباره آن علنی کند. I am asking Congress to amend this bill and increase the ridiculously low. از کنگره می‌خواهم که این لایحه را تغییر بدهند و مبلغ دریافتی ناچیز را از $600 به $2,000 برای هر فرد یا $4,000 برای یک زوج افزایش دهند. همچنین از کنگره می‌خواهم ردیف‌های اضافی بودجه را حذف کند و مصوبه جدید را برایم بفرستد. So this $2,000 which thank you for bringing to the floor. دموکرات‌ها با خوشحالی تغییر میزان کمک‌ها را در مجلس نمایندگان به رأی گذاشتند. پیشنهادی که بیشتر به سیاست‌های دموکرات‌ها شباهت دارد و مایه نگرانی بخش عمده‌ای از جمهوری‌خواهان است. من امروز می‌خواهم در مقابله با این هزینه‌ها صحبت کنم.
این روش کارآمد و هدفمندی برای کمک به آمریکایی‌های نیازمند نیست. روشن است که این یک مانور سیاسی از جانب رئیس جمهوری و تندروهای دو جناح سیاسی است که در بیشتر مذاکرات طاقت فرسا غایب بودند. با این حال گروهی از جمهوری‌خواهان به دموکرات‌ها پیوسته و به پیشنهاد آقای ترامپ رأی مثبت دادند. حالا فقط مانده که این قانون در سنا به رأی گذاشته شود. مجلس نمایندگان همچنین در روز دوشنبه لایحه بودجه دفاعی را بار دیگر به رأی گذاشت تا بلکه بتوانند با داشتن دو سوم از آرای نمایندگان وتوی آقای ترامپ را دور بزنند. به جز رقبا این بار گروهی از همحزبی ها هم وارد کار شدند تا اراده رئیس جمهوری را خنثا کنند. Madam Speaker, I continue to support this bill. خانم رئیس، من همچنان با لایحه بودجه دفاعی موافقم که بیش از 80% از نمایندگان همین 20 روز پیش آن را تصویب کردند. این همان لایحه است. حتی یک ویرگول آن هم عوض نشده. همچنان جلوی قطع حقوق ارتشی ها را میگیرد. ساخت تجهیزات جدید برای مقابله با تهاجم چین در آن تعبیه شده. کمک به اسرائیل و کمک به سربازان جنگ ویتنام هم در آن هست. این بار گروه بیشتری از جمهوری خواهان به دموکرات ها پیوستند تا جلوی اجرای خواسته رئیس جمهوری را بگیرند. اگر دو سوم از نمایندگان سنا هم دوباره به لایحه بودجه رأی مثبت بدهند، می توانند وتوی رئیس جمهوری را بی اثر کنند. اما اول باید سناتور سندرز را راضی کنند که با استفاده از قدرتی که سناتورها دارند، رأی به بودجه دفاعی را برای رأی به افزایش کمک دولتی به گروگان نگیرد. دونالد ترامپ به زودی از ریاست دولت آمریکا کنار میره، اما قدرت اصلی او یعنی محبوبیتش در میان رای دهندگان حزب جمهوری خواه به قوت خودش باقیه. حالا جمهوری خواهان باید انتخاب بکنن که آیا میخوان سیاست های آقای ترامپ رو بپذیرن یا میپذیرن که حزبشون دوپاره بشه. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن. ست ودرز، استراتژیست جمهوری خواه و مدیر کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ در ایالت جورجیا از آتلانتا با ماست. خوش آمدید آقای ودرز. اول برامون بگید که شما که استراتژیست حزب جمهوری خواه هستید، آیا به نظرتون این عمل کردی که آقای ترامپ بعد از انتخابات آمریکا داشت به نفع حزبه؟ من معتقد هستم که ترامپ و اینکه الان میخواد یک بسته حمایت از آمریکایی هایی که الان بیکار شدن و نیاز به کمک دارن، من فکر کنم که این راهبرد پرزیدنت ترامپ خیلی راهبرد مثبتی هستش. من دلم میخواست که قبل از انتخابات واقعا همین راهبرد رو در پیش میگرفت، ولی فکر کنم که تاثیر مثبتی روی نتایج انتخابات دور دوم سنا در ایالت جورجیا داشته باشه. چرا فکر میکنید که ممکنه که اصلا سنا این طرح رو تصویب بکنه با توجه به اینکه جمهوری خواهان با این طرح مخالفن؟ همه جمهوری خواه مخالفش نیستن. در واقع خیلی از جمهوری خواه حمایت کردن و اون دوتا سناتوری که الان میخوان در جورجیا دوباره انتخاب بشن طی همین ساعت گذشته گفتن که حمایت میکنن از این بسته اقتصادی. بنابراین این تأثیر خیلی مهمی روی انتخابات خواهد داشت. و میچ مکانول، یکی از جمهوری خواهانم، بعد مسئله مد نظر بگیره، برای اینکه اگه حمایت نکنه از این بسته اقتصادی اون موقع باید حواسش باشه که امکان داره باعث باخت جمهوری خواها در انتخابات جورجیا بشه، برای اطمینان حاصل بکنه. و فکر کنم که این اتفاق هم بیفته که این بسته بالاخره به تصویب برسه. به انتخابات جورجیا اشاره میکنیم، بحث بر سر دو تا کرسی سنا هست که تا هفته دیگه قرار وضعیتش مشخص بشه، ولی فکر نمیکنید که آیا رفتاری که آقای ترامپ داره میکنه که نتیجه انتخابات رو نمیپذیره و باقی داستان ممکنه باعث بشه که جمهوری خواه پای صندوق نیان و این به نفع دموکرات ها تموم بشه؟ It's definitely something that's been a concern. بله، این یکی از دقیقاً ملاحظاتی هست که وجود داره. بعضی از حرفایی که پرزیدنت ترامپ درباره انتخابات گفت، بله، باعث نگرانی شد و باعث شد بله خیلی‌ها در انتخابات جورجیا شرکت نکنن. اما از اون موقع تا حالا پرزیدنت ترامپ اومد و خیلی روشن گفت می‌خواد که جمهوری‌خواها برن در انتخابات جورجیا شرکت بکنن و به جمهوری‌خواها رأی بدن، رأیشون رو به صندوق رأی بندازن. و اتفاقاً خودش
تا 5 روز دیگه درست در آستانه این انتخابات به جورجیا خواهد آمد و برای اون سناتورها که میخوان 2 کرسی رو ببرن تبلیغات خواهد کرد. برنامه واقعیت این هستش که سعی کرده مردم جورجیا بگه که بله در دوم انتخابات جورجیا شرکت بکنن و فکر کنم این باعث بشه اون نگرانی قبلی کم اثر بشه. وقتی به اتفاقات اخیر آمریکا نگاه میکنیم خیلی معتقدن که دونالد ترامپ داره در حزب جمهوری خواه تنها تر میشه. شما اینطور فکر میکنید؟ میدونید من فکر کنم اگه شما نگاه بکنید به رسانه های جریان اصلی شاید چنین اعتقادی رو پیدا بکنید، برای اینکه رسانه های اصلی آمریکا واقعا خیلی زده ترامپ هستن، شما خودتونم اینو میدونید. اما واقعیت اینه که بین رای دهندگان به جمهوری خواه 95% مقبولیت و محبوبیت داره. این خیلی رقم بالاییه. بنابراین همین الان حزب جمهوری خواه میشه حزب دونالد ترامپ تلقی کرد. بله وقتی قدرت به جو بایدن محول بشه باید دید اون موقع محبوبیت چقدر خواهد بود. ولی من فکر میکنم یا در سال 2024 یا ترامپ خودش نامزد ریاست جمهوری خواهد شد یا یک چهره تعیین کننده برای اون نامزد بعدی جمهوری خواه خواهد شد که در انتخابات سال 2024 شرکت خواهد کرد. اشاره کردن که این چهره ای که رسانه ها میدن، ولی اگر به همین رأی دیروز مجلس نمایندگان نگاه بکنیم میدونیم که دونالد ترامپ بودجه دفاعی آمریکا رو وتو کرد و دیروز وقتی که این مجلس نمایندگان خواست تصمیم گیری بکنه در مورد این وتو، برای اولین بار در 4 سال گذشته علیه دونالد ترامپ رأی داد و این وتو رو بی اثر کرد. این به معنی نیست که شکاف بین دونالد ترامپ و حزب جمهوری خواه داره بیشتر میشه؟ همیشه شکاف بوده بین پرزیدنت ترامپ و اون هیئت حاکمه جمهوری خواهان، اما من فکر نمی کنم هیئت حاکمه جمهوری خواهان اون جمهوری خواهانی هستن که توی پایتخت قرار دارن، مردم عادی هستن. اما فراموش نکنین اون بخشی رو که پرزیدنت ترامپ وتو کرد واقعا به این دلیل که شما گفتین نبود، اتفاقا خیلی جمهوری خواه حمایت کردن از این وتو. بالاخره مجلس نمایندگان هم الان در دست اکثریت دموکراته. ممنونم از شما سید ودرز، استراتژیست جمهوری خواه از آتلانتا با ما. ما برای نفع عملکرد دونالد ترامپ در 4 سال گذشته در ارتباط مستقیم هستیم با سهراب احمری، دبیر بخش دیدگاه روزنامه نیویورک پست از نیویورک و همینطور علی عصار، حقوقدان از سان فرانسیسکو با ما هستن. خوش آمدید شما هر دوی آقایون. اول با شما شروع میکنم آقای احمری. 20 ژانویه میدونیم که دونالد ترامپ کاخ سفید رو ترک میکنه. برای ما بگید که به نظر شما میراث او برای این حزبش چی بوده؟ خیلی ممنون که دعوتم کردین و از بینندگان پوزش میخوام که تسلطم به زبان مادری همیشه 100% نیست، ولی به نظر من آقای ترامپ خیلی شخصیت تاریخی بوده در 4 سال گذشته با تمام اشتباهاتی که کرد در منش و روش، همونطوری که برنامه گفتن، در نهایت حزب جمهوری خواه رو تبدیل کرد به یک حزب قشر کارگر. جواب به درخواست های قشر کارگر تو این کشور بالاخره یه مقدار جواب داد و از در واقع فری ترید با چین که صدمه شدید زده به کارگران در این کشور تا جنگ های احمقانه در خاورمیانه که هیچ در 20 سال گذشته فقط به غیر از خرج و به چالش کشیدن کشور چیزی برای آمریکا نیاوردن، اینا همه این ارتودکسی های جمهوری خواهان رو ایشون زیر سوال گذاشت و مردم هم اتفاقا خیلی خوششون اومدن، این رای دهنده های طرف دست راست این کشور. و در آینده هم در 4 سال گذشته اگر خود آقای ترامپ برنگرده، کس دیگه‌ای که در واقع رهبر جمهوری خواه خواهد بود یه نفریه که پاپولیست، مردم ملیگرا و در واقع طرفدار قشر کارگر تو این کشور خواهد بود. یعنی اگر ترامپ نباشه یک نوع ترامپیزم ادامه خواهد داشت. بله. آقای عصار شما چقدر با این گفته موافقین که این پاپولیست بودن آقای ترامپ باعث شده که قشر کارگر جذب بشن و نهایتا نگاه مثبتی دارن آقای احمری بهش؟ بله، اولا آقای احمدی تبریک میگم، زبان فارسیتون خیلی خوبم هست. سلام میکنم به همگی. من تا حدی با صحبت آقای احمدی موافق هستم.
آقای ترامپ یک گیفتی که داشت، یک جاذبه‌ای که داشت، تونست مشکلات رو به زبون ساده بیان بکنه و این امری بدیهیه که در طول سالیان گذشته، در چند دهه گذشته، قشر کارگر و بزرگتر بگیم قشر نامرفه در آمریکا وضعیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعیش خیلی پایین‌تر اومده. برای همین من تا حدی موافقم، ولی فکر کنم قسمت بزرگتر داستان که مهمتر هست به نظر من اینه که یک شکاف ساختاری ما در دموکراسی آمریکا داریم الان می‌بینیم. ما 6 تا انتخابات ریاست جمهوری داشتیم از سال 2000 تا الان. در 5 تا از این 6 تا انتخابات دموکرات‌ها تونستن که آرای مردم رو ببرن، بیشتر آرای مردم رو ببرن، ولی فقط در 3 تا از این 5 تا که دموکرات‌ها بردن تونستن رئیس جمهور معرفی کنن، به خاطر اینکه شکاف بین اون آرای ایالتی، اون الکترال کالجی که ما داریم و مجلس سنا که در واقع نمایندگی میکنه از ایالت‌های کوچکتر و کم جمعیت‌تر آمریکا، اون شکاف داره روز به روز بزرگتر میشه بین اون و بین مردم عادی آمریکا، مردم کوچه خیابون آمریکا که طبق گفته آقای احمدی خیلی صدمه دیدن در این چند سال و چند دهه اخیر. آقای احمدی، شما واقعا فکر می‌کنید که آیا این شکاف داره بیشتر میشه بین آقای ترامپ و مردم آمریکا؟ نه، این 95% رای دهنده های جمهوری خواه ایشونو خوششون میاد ازشون. از اگر آرایی که ایشون جذب کردن در سال 2020 رو جمع بکنین، از بسیاری از رئیس جمهور و کاندیدهای جمهوری خواه واسه رئیس جمهوری بیشتر ایشون رای جذب کردن و اتفاقا در واقع تونستن حتی جمعیت اسپانیش آمریکا رو، یعنی هیسپانیکا، و بعضی از جمعیت سیاه‌پوستان آمریکایی رو هم به طرف خودش بیاره، به صورتی که خیلی از اون قبلیان نتونستن بکنن. و تمام این حرفای بود که 4 سال گذشته که هی میگفتن ملیگرایی آمریکا نژاد پرسته، نمیدونم آقای ترامپ نژاد پرست، نژاد پرست، نژاد پرست، ولی تونست بیشتر از در واقع ماینوریتی ها به خودش جذب بکنه. در نتیجه به نظر من اشتباه بزرگی الان میبینیم اینه که اگر جمهوری خواها برگردن به اون مدل های روش های سال مثلا قبل از 2016، بخوان برگردن به فقط به سرویس بدن به پولدارها و تو این کشور و توجه نکنن به وضعیت کارگرها، مثلا همین 2000 دلاری که به مردم قرار بوده بدن و آقای ترامپ میخواد، خیلی آزمایش مهمیه برای جمهوری خواها که آیا میفهمن که کسانی که به این حضور رای میدن آدمایی هستند که بیشتر یا فقیرن یا قشر کارگر و متوسط، یا هنوز خودشونو به عنوان حزب کمپانی های بزرگ میبینن. آقای عصاره، آقای احمدی میگن که در واقع اشتباه اگر حزب جمهوری خواه بخواد برگرده به سیاست های پیشینش، ولی آیا شما فکر نمیکنید که اینکه دونالد ترامپ خیلی حزب رو فرد محور کرده، همه چیز اون چیزی که او میگه، اون چیزی که رئیس جمهور آمریکا میخواد، این در نهایت به ضرر یک حزب و رفتار ساختاری که حزب میخواد بکنه؟ نه تنها به ضرر حزب که به ضرر کل مملکت آمریکاست. ما نمیتونیم، من واقعا تعجب میکنم از دوستان ایرانی آمریکایی که اینجا هستن و طرفداری میکنن از آقای ترامپ، مگر ما در این 40 و چند سال تنها پیشرفتی که کردیم عوض کردن عمامه با کلاه ماگای ترامپه؟ یعنی ما در این صد واقعا موندیم که هنوز جذب دروغگویی ها و بازی های سیاسی یک نفر بشیم، اونم در کشوری مثل آمریکا. و این ضرباتی که آقای ترامپ زده به دموکراسی آمریکا، به خدشه‌دار کردن انتخاباتی که قضاتی که خودشون انتخاب کردن، یعنی خودشون، خود آقای ترامپ 3 از 9 عضو دیوان عالی آمریکا رو انتخاب کرده، 3 دیگر هم رئیس جمهورای ریپابلیکن دیگه، جمهوری‌خواه دیگه انتخاب کرده، یعنی 6 از 9 نفر قضات خود جمهوری‌خواه هستن و اینا حاضر نیستن حتی یک دونه از این کیس‌های آقای ترامپ رو بررسی کنن، چون واقعا چیزی در هیچ کدومشون نیست و هیچ کدوم از این ادعا رو نتونستن ثابت کنن. خب اینها روزی خواهد برگشت، این شکاف ها وقتی عمیق‌تر شد، وقتی در انتخابات آینده تفاوت بین آرای مردم و آرای الکترال کالج شکافش بیشتر هم شد، ما در علوم سیاسی میگیم وقتی که شکاف ها روی هم سوار بشن خطرش خیلی بیشتره. خب ما الان این شکاف دموکراسی رو داریم ساختاری
شکافی که آقای ترامپ بین ملت آمریکا ایجاد کرده. من همیشه میگم رهبرانی مثل آقای خامنه‌ای، مثل آقای چاوز در ونزوئلا که جمعیت رو به دو دسته تقسیم میکنن و یا با من ایدئالای من، اینها خطرناکترین رهبران هستن، برای اینکه برای سالهای زیادی اینها صدمه میزنن به فرهنگ سیاسی در یک کشور. و من واقعا متاسفم برای ضرباتی که آقای ترامپ زده به آمریکا. آقای احمدی، امروز اگه نگاه بکنیم دونالد ترامپ توییت کرده، گفته که رهبران حزب جمهوری خواه کمترین مقاومت رو داشتن و رفتارشون رقت انگیز بوده در برخورد با انتخابات. این نگاه به انتخابات یک کشور، اگر بعداً مثلا حزب جمهوری خواه بخواد دوباره طرفدارانش برن پای صندوق‌های رأی در 4 سال آینده، این چه تبعاتی خواهد داشت؟ ببینید، من باید پاسخ بدم آقای مهمون دیگه‌تون گفتن که مقایسه میکنن آقای ترامپ با آقای شاوز یا آقای خامنه‌ای یا هرچی. ببینید، اینی که بگید در یک جامعه طبقات در با هم نمیسازند یا طبقات حتی میشه بگفت در جنگ هستن، این حقیقت گفتنه. در 40 سال گذشته مثلا میشه گفت از جنگ جهانی دوم به بعد، قشری که قشر حرفه‌ایه یا کسانی که سرمایه دارن تو این کشور، خیلی وضع بسشون خوب بوده. کسانی که کارگر هستن، مخصوصا کسانی که تحصیلات حرفه‌ای ندارن، هی وضعشون بدتر و بدتر شده. و این یک همینطوری اتفاق نیفتاده، به خاطر تصمیماتی که الیت این کشور این تصمیمات رو گرفتن که با وضعیت اینجوری شده. اینکه آقای ترامپ که میاد میگه بله وضعیتتون بده به خاطر تصمیماتی که طبقات بالا گرفتن، این حقیقت داره میگه. و در 4 سال گذشته هر کاری که تونستن، همون الیت، نه فقط دموکرات ها بلکه برخی از خود جمهوری خواه هم سعی کردن که در واقع نتایج 2016 رو انگاری نشده، یعنی سعی کردن از هر راهی که تونستن بلوکش بکنن آقای ترامپ و صدمه به رئیس جمهوریش بزنن. خب معلومه، میگه که دو جناح هستن تو این کشور و با هم نمیسازیم، باید یه نفر این حقیقت ها رو بگه. این صدمه زدن به دموکراسی نیست، این دموکراسی واقعیه که مردم بالاخره کسایی که سالها صداشون در واقع نشنیده شده، حالا بالاخره یه صدایی پیدا کردن از طریق آقای ترامپ. رفتار ضد دموکراسی دقیقاً اون الیت ها هستن که با استفاده از در واقع کلک های مثلا حقوقی، یک دولتی که واقعاً حق داشته که 4 سال گذشته ایشون رئیس جمهور باشه را هر چوری که تونستن بلاک کردن. اون ضد دموکراسیه، نه آقای ترامپ. آقای اثر، من میبینم که شما لبخند میزنید، سر تکون میدین، پاسختون چیه؟ آقا دوست عزیزم گفتن مثلا حقوقی، اصلا مشکل به همینجا رد میشه. فرق بزرگ بین دموکرات‌ها و ریپابلیکن‌ها در این چند سال این بوده که بله، دموکرات‌ها سعی کردن به چالش بکشن انتخابات 2016 رو که هیلاری کلینتون برد با آرای مردم، یادمون باشه، از راه‌های قانونی، از راه‌های حقوقی، از کنگره اینا وارد شدن و آخر هم جریان رو باختن و قبول هم کردن باختشون رو و به راهشون ادامه دادن. دومین نکته که عرض کنم، بله یه لحظه عرض کنم بعد بفرمایید، این چک های 2000 دلاری که الان حرفش هست، این حرفایی که آقای ترامپ طرفدار کارمنداست یا کمک میکنه به کارمندا، اینا هیچ ارزشی نداره، برای اینکه رکورد آقای ترامپ مشخصه. بزرگترین تکس کاتی که به مرفهین کمک کرد رو ایشون وضع کردن. این 2000 دلاری که الان دعوا هست سرش رو 7 ماه پیش دموکرات ها در مجلس سنا این رو ارائه کرده بودن، 7 ماه پیش، و ریپابلیکن ها بودن، جمهوری خواه بودن که هر لحظه با این جنگیدن. بعد که دموکرات ها بالاخره سر 600 دلار توافق کردن، حالا آقای ترامپ اومده میگه که نه، این باید 2000 دلار بشه. کجا بودن آقای ترامپ این 7 ماه، این 1 سال که بیان بجنگن برای حقوق کارمندا، برای این 2000 دلار؟ حالا که طبق میلش پیش نرفته، میخواد بیاد جلو و بگه این 2000 تا رو من آوردم. اینجوری که حساب نیست عزیز من. برای که جمع‌بندی بکنیم آقای احمدی، وقتمون خیلی کمه، 30 ثانیه هر کدوم از شما آقایان وقت خواهیم داشت جمع‌بندی کنیم، بفهمین آقای احمدی. حرفی که قبلا زدم، به نظر من به هر حال توی این کشور جبهه راست و حزب راست میره به طرف پاپولیسم و هرچه زودتر بره بهتره. و اگر آقای ترامپ رهبر این جنبش تو این کشور نباشه، یه نفر دیگه خواهد بود که حتی امیدواریم
یه مقدار باهوشتر، یه مقدار حتی یه مقدار جدیتر در مورد اینکه چجوری واقعا قدرت رو به دست بیاره و نگه داره. اینو خواهیم دید در 4 سال آینده. بفهمه شما آقای اثر. ممنون. رهبران واقعا مملکت ها رو به جاهای مهمی میبرن و من امیدوارم که در 4 سال آینده رهبران دیگه وارد عرصه بشن که اینقدر ما نگیم آقای ترامپ و حتی رهبران دموکرات، رهبران تازه نفس و جوانی که بتونن مشکلات رو واقعا درک کنن. ممنونم از هر دوی شما آقایون، سهراب احمدی دبیر بخش دیدگاه روزنامه نیویورک پست و علی عصاره حقوقدان از سان فرانسیسکو با ما. متشکرم. آزمایش بالینی واکسن ایرانی کرونا آغاز شد. گفته شده که اگر این واکسن همه مراحل آزمایش را با موفقیت طی کند، بعد از حدود 6 ماه آماده استفاده عمومی می شود. همزمان ایران پیگیر وارد کردن میلیون ها دوز واکسن از خارج است. هرچند معلوم نیست که این واکسن ها کی به دست مردم برسد. فرین عاصمی گزارش می دهد. نخستین تزریق انسانی واکسن ایرانی کرونا برای داوطلبان در اینجا هتل ارم تهران. در اولین مرحله از آزمایش انسانی این واکسن. اولین نفر طیبه مخبر، دختر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام. خوشحالم، ولی نه فقط از اینکه نفر اولم، از اینکه این فرایند علمی انقدر خوب تو کشورمون پیش رفت و امیدوارم به اینکه نتیجهش سلامتی همه مردم عزیزمون باشه. دومین تزریق هم روی علی عسگری معاون ستاد اجرایی فرمان امام صورت گرفت. کاملا ایمن الحمدلله، انشالله در مراحل هم همین ثابت بشه، چون تقریبا از ابتدا تو جریان تولید واکسن بودیم یکی از ایمن‌ترین واکسن‌های موجود هست. با وجود تبلیغات گسترده، بعضی از مردم میگویند به واکسن ایرانی اعتماد ندارند و خیلی از آنها در شبکه‌های اجتماعی از دولت خواستند واکسن‌های خارجی فایزر یا مدرنا بخرد. پیش از این رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در نامه استعفایش وزیر بهداشت را به معرکه‌گیری درباره تولید واکسن متهم کرده بود. واکسن کوویران برکت ساخته شرکت شفا فارمد متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است. پیامی بود به ملت ایران که ما اون چه که قرار است به مردممون تزریق کنیم خودمون قبلا باورش داریم و قبولش داریم و اگر عارضه‌ای هم داشته باشه همه ما و خانواده‌هامون برای اولین بار با جان و دل خریداریم. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته تولید نهایی واکسن ایرانی به تایید سازمان بهداشت جهانی نیازی ندارد و هر وقت ایران خواست واکسن را صادر کند برای گرفتن مجوز اقدام می کند. اما مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا پیشتر گفته بود اگر سازمان بهداشت جهانی این واکسن را تایید کند در اواخر بهار واکسن ایرانی در دسترس خواهد بود. تبلیغات و اثبات کارآزمایی و مثبت بودن این قبل از حتی انجام و شروع آزمایش ها شروع شده. وزارت بهداشت شروع به تبلیغات کرده و واکسن ایرانی تفاوتی که با واکسن های دیگه داره این هست که این واکسن رو دارن به صورت احساسی و سیاسی دارن وارد مرحله انسانی میکنن. مسلم هست که باید ما هم اتکا داشته باشیم به تولیدات خودمون، اما همه جوانب سلامت و تضمین موفقیت اون باید مورد توجه قرار بگیره و از طرفی اون چه که مهم هست مسئولین رسیدگی کننده به شرایط سالم بودن و تضمین مفید بودن اون باید کاملا تضاد منافعشون جدا باشه از افرادی که دارن این واکسن ها رو تولید میکنن. ستاد اجرایی فرمان امام میگوید بیش از 65 هزار نفر داوطلب شدند که واکسن ایرانی روی آنها آزمایش شود، اما تست های اولیه روی 56 نفر خواهد بود. طی 3 روز آینده وضعیت بالینی این افراد مورد نظر قرار خواهد گرفت و مطالعات روی آنها و آزمایشات اولیه روی آنها صورت خواهد گرفت و در صورتی که رضایت بخش بودن این معاینات پزشکی مجوز تزریق به 4 نفر دیگه هم صادر خواهد شد. ستاد اجرایی فرمان امام گفته قادر است تا 40 روز آینده به ظرفیت تولید 1.5 میلیون دوز واکسن در ماه برسد. مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی هم گفته در حال ساخت واکسن کرونا است و آن را به زودی امتحان می کند. اما برنامه تولید واکسن کرونا در ایران نسبت به کشورهای دیگر چطور پیش رفته؟ خب هنوز عقب‌تر ریبه ها، اونا مطالعات انسانیشون رو طی کردن تو 30,000-40,000 نفر که الان آوردن رو واکسیناسیون عمومی.
ایران در حالی وارد اولین مرحله آزمایش انسانی واکسن کرونا شده که کشورهای اروپایی، آمریکا و بعضی از کشورهای دیگر واکسیناسیون سراسری را آغاز کردند. با توجه به جمعیت تقریباً 80 میلیونی ایران، نیاز به خرید واکسن معتبر خارجی هم جدی است. وزارت بهداشت هم گفته که پیگیر خرید 18 تا 20 میلیون دوز واکسن از خارج است. هرچند معلوم نیست که این واکسن ها کی از راه برسند. فرین عاصمی، بی بی سی. کانون وکلای دادگستری آمریکا نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی در ایران، را به عنوان برنده جایزه سالانه النور روزولت برای ترویج حقوق بشر معرفی کرد. خانم ستوده هم در زمانی که در مرخصی به سر می‌برد در پیام ویدیویی این اقدام کانون وکلای دادگستری آمریکا را نشانه همبستگی حرفه‌ای با وکلای ایران خوانده. مریم افشنگ گزارش می‌دهد. This year's Eleanor Roosevelt Prize for Global Human Rights Advancement honoree, Nasrin Sotoudeh. نسرین ستوده یکی از سه برنده جایزه امسال النور روزولت از کانون وکلای آمریکاست. به خاطر فعالیتش در تقویت حقوق بشر که جسورانه و بی‌دریغ توصیف شده. در بیانیه کانون وکلای آمریکا آمده فعالیت‌های خانم ستوده نه تنها برای همکاران ایرانی او، که برای مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان الهام بخش بوده است. جایزه النور روزولت هر سال به کسانی اهدا می‌شود که برای پیشبرد حقوق بشر در جهان فعالیت ارزشمندی کرده باشند. در کنار نسرین ستوده، دکتر آنتونی فاوچی، رئیس مرکز مقابله با بیماری‌های مصری و عفونی آمریکا، و بیلی جیم کینگ، قهرمان بازنشسته تنیس و فعال مدنی، برندگان جایزه امسال هستند. این جایزه از چند جهت باعث شادمانی و افتخار من است. قبل از هر چیز مفتخرم که همکارانم در آن سوی دنیا به وضعیت وکلا در ایران توجه دارند. این همبستگی حرفه‌ای که در جایگاهی فراتر از دولت‌های من قرار می‌گیرد، چشم‌اندازهای روشن‌تری را برای جامعه مدنی و مفهوم حق و عدالت به همراه می‌آورد. نسرین ستوده ساعتی بعد از ضبط این پیام تصویری بار دیگر به زندان برگشت. فعالیت‌های او در حوزه حقوق بشر و دفاع از حقوق کسانی که صدایی ندارند و آسیب پذیرند بیشمار است. از تلاش برای دفاع از حقوق کودکان و زنان گرفته تا دفاع از زندانیان سیاسی و کوشش برای توقف احکام اعدام. یکی از محکومیت‌های او 3 سال محرومیت از وکالت بود. 8 ماه در مقابل کانون وکلا بست نشست تا دوباره اجازه دفاع به او داده شد. در اون مدت او تحسن مورد حمایت بسیاری از اقشار داخلی و بین‌المللی قرار گرفت. از شهروندان عادی، رهگذران، عابران که گاه حتی با دادن یک بطری آب سعی می‌کردند که همبستگی خودشون رو با تحسن نشون بدن، گاهی با بوقی که رهگذران سوار بر ماشین می‌زدند و می‌گفتند پیروز باشی. پیش از جایزه کانون وکلای آمریکا، نسرین ستوده برنده جایزه نوبل آلترناتیو و جایزه ساخاروف هم شده بود. مریم افشنگ، بی بی سی. امروز 82 سالگرد تأسیس بی بی سی فارسی است. رادیوی بی بی سی فارسی فعالیتش را در 29 دسامبر 1940 آغاز کرد و در این 8 دهه مهمترین رویدادهای جهان به ویژه ایران و افغانستان و آسیای میانه را پوشش داده. شایان سلجو صفحاتی از تاریخچه بخش فارسی بی بی سی را گذرا ورق می‌زند. This is London calling in the overseas service of the BBC. لندن 1940، بنگاه سخن‌پراکنی انگلستان. در این هنگام که خبر فرستی به وسیله رادیو به زبان فارسی از بریتانیای کبیر آغاز می شود، بنگاه رادیوی انگلستان به تمام گوش دهندگان ایرانی و فارسی زبانان در هر جای جهان که باشند دوستانه درود می گوید. حسن موقر بالیوزی، نخستین خبرخوان یا آنطور که در آن زمان می گفتند خبر فرست. امیدواریم که بسیاری از شماها به این اخباری که از لندن داده می شود گوش بدهید
و دوستان خیش را نیز از وجود این رابطه تازه میان دو ملت ایران و انگلیس آگاه سازید. نخستین جملاتی که 80 سال پیش از رادیو بی بی سی فارسی در لندن به طور زنده مخابره شد. شنوندگان گرامی، برنامه امشب ما مشتمل است بر اخبار روز و شب. برنامه‌های خبری رادیو بی بی سی در آغاز محدود به 4 روز در هفته بود و هر بخش 15 دقیقه. آن زمان بخش فارسی بی بی سی یک صدای دولتی محسوب می‌شد و یک رقیب جدی هم داشت، رادیو فارسی آلمان نازی. گفتارنویسان بی بی سی در تلاش بودند تا در خلال جنگ گفتارهای رادیو آلمان را خنثا کنند. اما رفته رفته رویه کار در بی بی سی تغییر کرد و اصول روزنامه نگاری نوین از قبیل بی‌طرفی و صحت و دقت در خبررسانی بر آن حاکم شد. طی 80 سال گذشته رادیو فارسی بی بی سی انبوهی از رخدادهای تاریخ معاصر ایران و جهان را پوشش داد. عبور ارتش متفقین از رود راین، در جنوب ریماگن سپاه اول و سپاه سوم ایالات متحده به هم رسیدند. امروز عده زورمندی از بمب افکن‌های سنگین آمریکایی محوطه‌های راه آهن و وسایل خطوط آهن را در رور و اطراف آن معرض حمله قرار داد. تاجگذاری ملکه الیزابت دوم، این عصای کالسکه مطلای ملکه پیدا می‌شود. پیشاپیش آنها یکی از اسکورت‌های دربار با لباس‌های آبی رنگ، هیئت نوازندگان در پیشاپیش آنها حرکت می‌کنند. چه منظره ای، چه ابهت و جلالی آن. خروج شاه از ایران و انقلاب 57. شاه ایران و همسرش فرح پهلوی بامداد امروز تهران را به طور ناگهانی و مخفیانه ترک نمودند. در حینی که شاه از پله‌های هواپیمای جت مخصوص خود پایین می‌آمد، آشکارا گریه می‌کرد و گفت به این دلیل برای گذراندن تعطیلات می‌رود که خسته است. و از پاسخ به این پرسش که کی باز خواهد گشت خودداری نمود. جنگ ایران و عراق. در خارج از خاورمیانه اسمش را گذاشتند جنگ فراموش شده. اما یکی از جنبه‌های عجیب این جنگ آن است که هر دو کشور از اینکه سرگرم جنگ با یکدیگرند به خود می‌بالند و در واقع هر دو اولین سال روز جنگ را جشن گرفتند. مرگ آیت الله خمینی، همان سیل جمعیتی که 10 سال پیش در بازگشت آیت الله خمینی به ایران از او استقبال کرد، امروز جنازه او را به خاک سپرد. تهران در حرکت حدود 2,500,000 نفر زن و مرد سیاه پوش فلج شد. پیروزی محمد خاتمی در انتخابات، میلیون ها تن از مردم ایران دیروز در یک انتخابات کم نظیر ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی را به سمت رئیس آینده جمهوری اسلامی ایران برگزیدند. وسعت حضور مردم به خصوص زنان و جوانان در این انتخابات به استنباط بسیاری از ناظران و کارشناسان مسائل اجتماعی بیانگر خواست جامعه ایران به تغییر و باز شدن فضای سیاسی عمومی. و جنبش سبز و سرکوبان، بخش فارسی بی بی سی از بدو تأسیس به دنبال ارائه اخبار و تولید برنامه برای فارسی زبانان سراسر جهان بود و برنامه‌های تولیدی آن از همان سال‌های نخست نه تنها در ایران بلکه در افغانستان و بعدتر در تاجیکستان هم شنیده می‌شد. اعدام محمد نجیب الله رئیس جمهوری افغانستان، اولین اقدام طالبان پس از اشغال کابل ورود به ساختمان سازمان ملل متحد بوده است. آنان دکتر نجیب الله رئیس جمهوری پیشین افغانستان را از آن ساختمان خارج کردند و پس از کشتن او جسدش را به تیر چراغ برقی در مقابل کاخ ریاست جمهوری به دار آویختند. سقوط طالبان، بر اساس آخرین گزارش‌ها شهر کابل دیشب به دست نیروهای مخالفان طالبان سقوط کرد و نیروهای طالبان در نیمه‌های شب گذشته از شهر خارج شدند. در حال حاضر نیروهای مخالفان طالبان می‌گویند که کنترل شهر در دست دارند و نیروهای پلیس یا نیروهای امنیتیشان در داخل شهر هست و نیروهای نظامیشان در اطراف شهر، نه تنها در شمال کابل بلکه در دروازه‌های غرب و جنوب و جنوب غرب کابل نیز مستقر شدند. و امضای پیمان صلح در تاجیکستان،
امام علی رحمانوف دعوت کرد که روز 26 نوامبر روز صلح باشه و این رو پارلمان تاجیکستان تصویب کرد. در طول 80 سال اخیر بی بی سی فارسی راوی اینها و دیگر رویدادهای تاریخی منطقه و جهان بوده. آموزش و سرگرمی هم در کنار خبررسانی از وظایف بی بی سی بوده و هست. از دوشنبه تا لس آنجلس برنامه ای از محی‌الدین عالم‌پور نخستین گزارشگر محلی بی بی سی فارسی در آسیای میانه. سفرنامه یک تاجیک شوروی پیشین که پس از فروپاشی به آمریکا رفته و پای صحبت فارسی زبانان نامدار آنجا نشسته. نام من محی‌الدین عالم‌پور، کارم عکاسی، برداشتن تصویر و نوشتن است. گاه‌گاه برای همین رادیو از دوشنبه خبر می‌فرستم. اما صحبت امشب و شب‌های دیگری من از تاجیکستان نمی‌آید. هرچند درباره تاجیکستان و فرهنگ آن و همچنین فرهنگ ایران زمین که ما تاجیکان خیلی علاقه‌مندش هستیم صحبت خواهم کرد. روز هفتم، برنامه محبوب تفریحی. هر جمعه ما بهترین روزه، این روز قشنگ هفتمین روزه. و پیک شبانگاهی که به پرسش ها و نظرات شنوندگان اختصاص داشت. السلام علیکم، خوشوقتم که بار دیگر در خدمت شنوندگان عزیز هستم. از دوم خرداد 1380 امواج صوتی دیگر تنها رابطه بین بی بی سی و مخاطبانش نبود. وبسایت فارسی بی بی سی به راه افتاد و پوشش رویدادها لحظه به لحظه شد. 7 سال بعد 25 دی 1387 بی بی سی فارسی تصویری شد. سلام بر شما، سیما علی نجات هستم. به تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. سلام بر شما، من جمال الدین موسوی هستم. سلام و شب بخیر، من فرماز آبادی. و باز 7 سال بعد سال 1394 رادیو هم تصویری شد. ساعت 7 صبح تهران، 3:30 بامداد اینجا در لندن. شنوندی برنامه شنوندگان پس از 75 سال گویندگان و استدیو رادیو را به چشم خود دیدند. بدین گونه جعبه جادویی رادیو با شمایل و ویژگی‌های تازه نه تنها جایگاه خود را حفظ کرد، بلکه به شمار مخاطبانش هم افزود. شایا سلجو، بی بی سی. پیر کاردن، طراح لباس مشهور فرانسوی، در 98 سالگی درگذشت. او بیش از 70 سال در صنعت مد فعال بود و دنیای لباس را متحول کرد. پیر کاردن بعد از جنگ جهانی دوم در ایجاد عصر طلایی مد نقش داشت. او از پیشتازان طراحی خلاقانه لباس و پوشاک بود. گزارشی ببینیم درباره او. یکی از پیشتازان صنعت مد در پاریس، پیر کاردن، که اسمش سر زبون ها افتاده، به خانم ها نشون میده چه لباس هایی برای این عید پاک شیک هستن. پیر کاردن غول نوآوری دنیای طراحی لباس. برای دهه ها او سنت شکنی میکرد و قدیمی ها رو شگفت زده. آتشی سیری‌ناپذیر برای تجدد داشت. متولد 1922 در 14 سالگی مدرسه رو رها کرد تا پارچه درست کنه. یک طالبین بهش گفت که مشهور میشه. در جواب ازش پرسید که کسی رو در صنعت مد میشناسه و اون خانوم میشناخت و پیر کاردن با یک آدرس راهی پاریس شد. در سال 1946 لباسهای فیلم دیو و دلبر رو طراحی کرد. خیلی زود توجه دنیای مد رو به خودش جلب کرد. دامنهای پفی رو به بازار آورد و با درآوردن کت‌های بزرگ از تن جوانان چهره جدید برای دهه 60 درست کرد. زمانی که گروه موزیک بیتلز یونیفرم پیر کاردن رو تنشون کردن، میگفتن که او یک قدم از بقیه دنیای مد جلوتره. پیر کاردن بود که سایر تولید کننده های مد رو متقاعد کرد برای طبقه متوسط لباس های آماده تولید کنند. و الهام بخش طرح‌های آینده نگرانه بود که در دوران اکتشافات فضایی مد شدن. بعضی از لباس هایی که قابل پوشیدن نبودن. این طرح پیشنهادیش برای لباس پرستاران. مغز اقتصادی خوبی هم داشت. این شو رو سال 1970 در چین برگزار کرد، کشوری که با دستور رهبرش ماو ضد مد شده بود. مطمئنم که در آینده دور چین مهمترین کشور دنیا خواهد شد. کاردن بود که جواز برند رو قراردادی کرد. اسم برندش رو روی همه چی میگذاشت، از عینک گرفته تا قالی. اون بود که نوع کارکرد دنیای مد رو به طور کلی عوض کرد. قصری متعلق به مارکی دو ساد، فیلسوف فرانسوی را خرید و شروع کرد اونجا شوی لباس گذاشتن. تا
دهه دهم عمرش همچنان در حال تجربه و نوآوری بود. پیر کاردن زودتر از اومدن آینده در اون زندگی میکرد. نیما بهنود، طراح مد و مدیر هنری برند نیمانی از نیویورک با ماست. خوش اومدید آقای بهنود. اول برامون بگید که آقای کاردن چه چیزی او رو متفاوت میکرد از بقیه طراحان مد؟ پیر کاردن همونجوری که خب احتمالاً همه میدونن طرحایی که خلق کرده بود بسیار متفاوت بود، ولی جدا از مسئله طراحیش که در موقع آینده نگری خیلی خاصی توش بود و به شیپ لباسا به یک دید دیگه نگاه میکرد، نوع تجارت اون و نگاه اقتصادیش به صنعت مد بود که یکی از مهمترین نکته‌های مهم زندگی اون و تغییراتی که اون توی زمینه مد وارد کرده از اون جهت هست. وقتی که میگید نگاه متفاوتی داشت، این نگاه متفاوت چی بود؟ یعنی اون موقع در عالم مد چه میگذشت و او چه نگاهی داشت؟ نگاه متفاوت اون دهه 60 مد به خصوص در فرانسه در واقع در اوج آرمانگرایی خودش بود و یه حالت نخبه سالاری داشت و برای یه عده خیلی خاصی طراحی انجام میشد و اونا ازش استفاده میکردن. اون از همون اول یک گفته خیلی معروفی از خودش هست که میگه مد برای همه هست، و این برای همه منظورش واقعا همه بود، نه یه قشر خاص و نه یا ثروتمندای پاریس اون موقع و نه روشن فکرای اون زمان که در زمان خود پیر کاردن خیلی باش مخالف بودن، چون تولید انبوه یا سری دوزی یا ready to wear خیلی تابو بود اون زمان و مخصوصا قشر خاص پاریس و طراحای مد خیلی در واقع با حالت خیلی ناراحتی بهش نگاه میکردن و همین البته باعث شد اونم از سندیکای مد اون زمان اخراجش کنن برای مدت کوتاهی، به خاطر اینکه دوست داشتن همه چی تک دوزی و به حالت خاص خودش بمونه. از این لحاظ واقعا آوانگارد بود و یک کاری رو کرد که امروز 90% صنعت مد اون شکلیه، ولی زمانی که اون کرد اون تنها کسی بود که این قدم رو برداشت و شجاعت بسیار میخواست و آینده نگری که او داشت. برای مثال بگم امروز بزرگترین بوتیک تام فورد توی شهر گوانجو توی چین هست، در صورتی که پیر کاردن اولین کسی بودش که توی چین بوتیک باز کرد، زمانی که بجز پاریس و میلان و نیویورک مد جای دیگه تو دنیا نداشت. ممنونم از توضیحات شما نیما بهنود، طراح مد و مدیر هنری برند نیمانی با ما. حوزه محیط زیست فقط شامل گونه‌های گیاهی و جانوری نیست. حفظ محیط زیست علاوه بر اینها یعنی نگهداری از آبی که می‌خوریم، هوایی که نفس می‌کشیم، خاکی که به مصارف مختلف می‌رسانیم و همینطور مدیریت منابع طبیعی برای نفع حداکثری بشر. سیاوش اردلان نگاهی کرده به تحولات محیط زیست و رابطه انسان با طبیعت و کره زمین در سال 2020. با اینکه بحران کرونا خودش نتیجه رفتار بشر با طبیعت و مختل کردن زندگی گونه‌های دیگه در زیستگاه‌هاشون تلقی شده و باعث شده این حوزه اصلی تحقیق برای ریشه‌یابی جزئی کرونا بشه، اما همه در سال 2020 می‌پرسیدند آیا شیوع ویروس کرونا برای محیط زیست خوب است یا بد؟ هوای صاف و آبی آسمان کلان شهرهای بزرگ دنیا گواهی داد که بله، کرونا برای محیط زیست خوب است، هم برای محیط زیست و هم برای 9 میلیون انسانی که هر سال از آلودگی هوا میمیرند، یعنی 9 برابر آمار رسمی قربانیان کرونا در دنیا. اما این نگاه غلط انداز است. بسیاری از این 9 میلیون نفر همچنان به خاطر آلودگی داخل خانه هایشان میمیرند، چون برق و گاز ندارند. ولی کرونا باعث شد خیلی ها ببینند زندگی سالمتر و مفیدتر هم ممکن است. در راستای یک زندگی سالم و مفید و تحقق اون رویای توسعه پایدار، دولت‌های اروپایی در سال 2020 گام‌های بسیار بزرگی برداشتند. اولین گام اختصاص 30% از نزدیک به 1500 میلیارد یورو بسته نجات اقتصادی اتحادیه اروپا برای مقابله با تغییرات اقلیمی و گرم‌تر شدن کره زمین. مثلا ساختن اولین هواپیمایی که بدون هیچ آلودگی و تنها با نیروی برق مسافت‌های زیر 100 کیلومتر را پرواز می‌کند
و یا وعده کاهش 55% گازهای گلخانه‌ای تا 10 سال دیگر و کاهشی 100% تا 30 سال دیگر. این گام‌های اولیه خیلی مهمند، چون در سال 2020 یک گزارش نشان داد که اگر گرمایش زمین مهار نشود تا 50 سال دیگر 3 میلیارد انسان در مناطقی زندگی خواهند کرد که به خاطر گرما غیر قابل زیست خواهد بود. بزرگترین زنگ خطر گرمایش زمین در سال 2020 گرمای بی سابقه بالای 30 درجه سانتیگراد در مناطق سردسیر سیبری و آتش سوزی در این مناطق بود. اما اینها کافی نبودند که خیلی از رهبران کشورهای بزرگ و حتی بعضی کشورهای صنعتی دنیا خطر گرمتر شدن کره زمین و خطر بحران تغییرات اقلیمی را جدی بگیرند. مهمترین رهبرانی که بحران تغییرات اقلیمی را جدی نگرفتند دولت دونالد ترامپ در آمریکا و سپس حکومت‌های عربستان، استرالیا، برزیل و روسیه بودند. اما پیروزی جو بایدن در انتهای سال 2020 جانی تازه به تلاش‌های بین‌المللی برای نجات زمین از خطر تغییرات اقلیمی داد. ولی تا الان فعلا همه چیز در حد شعار و وعده باقی مانده. سرمایه گذاری در صنایع سوخت فسیلی همچنان در سال 2020 به قوت خود باقی ماند. هرچند سازمان ملل هشدار داد ما با این کارها در حال حمله انتحاری به سیاره خود هستیم. سازمان ملل هشدار داده که اگر سرمایه گذاری در صنایع سوخت فسیلی متوقف نشوند، تعداد فجایع طبیعی در سالهای آینده از سال 2020 هم بیشتر خواهد شد. میپرسید بیشتر از سال 2020؟ سخت بشه تصور کرد روزی تعداد فجایع طبیعی در دنیا بیشتر از فجایع طبیعی سال 2020 باشه. در سال 2020 جهان شاهد صدها مورد سیل و طوفان‌های مهیبی بود که از ایران تا موزامبیک و چین با خود نابودی به همراه آورد. آتش اومد بالا. همینطور هزاران مورد آتش سوزی که باز هم از جنگل‌های ایران گرفته تا آمریکا و برزیل و استرالیا و حتی مناطق قطبی را با سرعت 6 زمین فوتبال در هر دقیقه طعمه حریق کرد. جنگل‌های آمازون که ریه‌های زمین لقب گرفته‌اند در سال 2020 به اندازه سال قبل از آن در آتش سوختند، ولی به علت بحران کرونا خبرساز نشدند. برآورد شده که در سال 2020 مجموعاً بیش از 12 میلیون هکتار از پوشش گیاهی و جنگلی جهان در آتش سوخت. بسیاری از این آتش‌سوزی‌ها به خاطر گرم‌تر شدن کره زمین بود، ولی بسیاری هم عمدی بودند. اکثر آتش‌سوزی‌های عمدی به خصوص در آمازون با هدف توسعه دامداری در کشور برزیل برای دامن زدن به آتش مردم جهان برای مصرف بی‌رویه گوشت قرمز بوده. گوشت قرمز و غذاهای ناسالمی که در یک نظام غذایی معیوب طبق گزارش مرجع علمی در سال 2020 1 میلیارد گرسنه و 2 میلیارد نفر با اضافه وزن بر جا گذاشته، با 1000 میلیارد دلار بار مالی تنها در سال 2020. خبر امیدبخش سال 2020 در میان وارد بازار شدن اولین نمونه گوشت آزمایشگاهی بود که برای تهیه آن نه درختی قطع شده، نه آبی اسراف شده، نه حیوانی سلاخی شده. تکنولوژی شاید روزی ناجی بشر از زیاده روی های خودش باشه، اما تمایل مردم برای ادامه سبک‌های زندگی ناپایدار و مخرب در سال 2020 همچنان بر آمار آلودگی آبها و دریاهای جهان به زباله‌های پلاستیکی اضافه کرد. زباله‌های پلاستیکی که طبق یک پژوهش در سال 2020 شرکت‌های کوکاکولا، پپسی و نسله اصلی‌ترین مسببان آن هستند. کشورهای آسیایی امسال ورود زباله‌های پلاستیکی از غرب را ممنوع کردند، ولی یک گزارش افشاگرانه نشان داد که لابی پلاستیک در غرب حالا برای خلاص شدن از شر زباله‌های پلاستیکیش به آفریقا چشم دوخته. کرونا هم اوضاع را بهتر نکرده، چرا که ماسک‌های یک بار مصرف پلاستیکی از صنعتی 166 میلیون دلاری در سال گذشته امسال به بالای 16 میلیارد دلار گردش مالی رسیده. دو پدیده تغییرات اقلیمی و آلودگی به پلاستیک به عنوان دو معضل اصلی محیط زیستی در سطح جهان تلقی میشه. اما یک گزارش تکان دهنده در سال 2020 توجه کارشناسان توسعه پایدار و دولت‌ها رو به یک خطر دیگه معطوف کرد که به اندازه دو خطر اول جدی هستند، اگر نه جدی‌تر. در سال 2020 یک گزارش جامع و مرجع برآورد کرد که انسان‌ها تنها در 50 سال گذشته 70% حیات وحش و گونه‌های جانوری و گیاهی را از بین بردند.
اما در سطح نظری همه کارشناسان توسعه پایدار اذعان کردند که راه مبارزه با بحران تغییرات اقلیمی و گرمتر شدن زمین تنها از راه حفاظت از حیات وحش و تنوع زیستی می‌گذرد. فرسایش طبیعت و از بین رفتن تنوع زیستی فقط یک مسئله محیط زیستی نیست. تأثیر آن بر روی اقتصاد، عدالت اجتماعی و حقوق بشر نیز سرریز می‌شود. در اینجا اختلاف نظری نبود و از دولت ترامپ در آمریکا گرفته تا دولت‌های شین در چین و مودی در هند همگی وعده دادند که در سال‌های آینده میلیاردها درخت کاشت خواهند کرد. نشانه حاکی است که سال 2021 میتونه سال بهتری برای محیط زیست باشه اگر دولت جدید آمریکا از ظرفیت بی‌نظیر این کشور در بسیج دولت‌های دیگر برای طرحی نو استفاده کنه. اون موقع میشه امید این محافل توسعه پایدار رو برآورده کرد که مهار گرمتر شدن کره زمین، عبور کردن از سوخت‌های فسیلی و ارتقای تنوع زیستی در سال 2021 در مسیر بهتری قرار بگیره. با این گزارش سیاوش اردلان به پایان این 60 دقیقه رسیدیم. این برنامه و برنامه‌های قبلی ما روی وبسایت بی بی سی فارسی و روی یوتیوب در دسترس خواهد بود. شب و روزتون خوش باشه و خودتون خوب باشید.